راهپیمایی هایی بوده در عملیات 12 ساعت الی 15 ساعت در میان گل و برف بوده و کوههای سر به فلک کشیده بوده و استقامت دشمن بوده که از بهترین خاطرات برای ما. پدر من محمد راجی در تاریخ 1 دی 1340 در شهرستان علیگودرز استان لرستان متولد شدند. از تاریخ 29/6/1360 تا 31/5/1381 در سپاه مشغول خدمت بودند. از آغاز جنگ در سال 59 به صورت داوطلبانه به جبهه رفتند. در سن 19 سالگی به خاطر شجاعتشون فرمانده شدند. فرماندهی گردان ابوذر و گردان مالک اشتر و چند گردان دیگر و فرمانده محور بودند. پدرم همیشه به خوشرویی و خوشمشربی در فامیل و شهر و بین دوستان زبان زد بود. بسیار مهمان دوست بود و در خانهش همیشه باز بود. روزی نبود که ما مهمان نداشته باشیم. سربازان ایشان همرزمانش عاشقانه دوستش داشتند. چندین بار به خاطر کمک به سربازانی که میخواستند ازدواج کنند و استطاعت مالی نداشتند از صفر شروع کردند. همیشه روحیه حقیقت طلبی داشت و بدون تعصب به دنبال حق و کمال بود. بسیار بی‌آلایش و ساده زیست. همانطور که به سیری زندگیشون نگاه کنیم میبینیم. در سال 81 بازنشسته شدند چون دیگر سرکار نمیرفتند، چون علاقه ای نداشتند، چون سازگار نبود با روحیات این مرد. به خاطر همین روحیه بود که در سن 19 سالگی فرمانده گردان شدند، به خاطر تعلق نداشتن به امور دنیاوی و شجاعتشون. نمیتونستن خودشونو درگیر مسائل کوچیک و کار مخصوصا در محیطی مثل سپاه کنند. به او میگفتم پدر میخوام برم دانشگاه، میخوام از سهمیه استفاده کنم. میگفت من به خاطر ناموسم رفتم جنگیدم، نه به خاطر استفاده از امتیاز. شما هیچ فرق نباید با بقیه داشته باشین. هرچی پیشنهاد کاری، وامهای با مبالغ بالا و فرصتهای مالی بهش پیشنهاد میشد رد میکرد. باغداری میکرد. مزرعه شده بود مأمن انسانهای از دنیا بریده. با عشق از مادرش نگهداری میکرد، باهاش شوخی میکرد، براش موسیقی میذاشت. حال مام بزرگم وقتی میومد پیش بابام خیلی خوب بود. مام بزرگم تو بچه هاش حس عجیبی به بابام داشت. هر کس که حتی یک بار ایشونو ملاقات کرده بود به وجد میومد. تحیر میکردن که محمد راجی که 20 سال از عمرشو برای دفاع از خاک و ناموسش فدا کرده بود، این چنین درویش معابانه و خاکی بود. زندگیش با جستجو کردن در پی حقیقت میگذشت و روز به روز آدم‌های بیشتری جذب رفتار و سلوک ایشون می‌شدند، تا اینکه ایشون با طریقت درویشان گنابادی آشنا شدند. انگار 50 سال تشنه همین بود. پیدا کرده بود آنچرا که یک عمر به دنبالش بود. هر روز آرامتر و مهربانتر از قبل، هر روز لطیفتر و سرشار از عشق. عکس جناب آقای دکتر نورعلی تابنده توی اتاقشون بود. اعمال شریعتشون رو با عشق انجام می‌دادند. به ما بیشتر از قبل محبت میکردن و بیشتر با همون وقت میگذروندن. احساس خوشبختی میکردم وقتی پیشم بود. تا اینکه شنید نیروهای بسیجی و امنیتی در خیابان گلستان هفتم اومدن و میخوان اونجا ایست بازرسی بزنن. مزرعش رو رها کرد و اومد تهران برای دفاع از عشقش، برای جلوگیری از تجاوز به اعتقادش. همون کاری که تو جنگ کرد، جلوی دشمن ایستادگی کرد. میتونم به جرئت بگم اون روزهایی که تو گلستان هفتم بود بهترین روزای زندگیش بود. قوی و با صلابت کنار برادرانش با همون روحیه. تا اینکه شب حمله کردند و با اسلحه و قمه به جون دراویش بی‌دفاع افتادند. کسانی بهش چاقو زدند و شکنجش کردند که بویی از شجاعت و غیرت و جوانمردی نبرده بودند. محمد راجی رو، کسی که عمری بدون هیچ چشم داشت به مردمش خدمت کرد، کسی که تمام زندگیش جوانمردانه جلوی دشمن سینه سپر کرد و شکنجه کردند و بالاخره جلوی دشمن جونش رو از دست داد. دشمنی که شرم نکرد از ترکش های بدنش، شرم نکرد از ریه شیمیاییش، شرم نکرد و زد. و سردار محمد راجی مثل همون موقعی که تو عملیات ها نمی ترسید و عقب نمی کشید، زیر بار پیشنهادهای رنگ و رنگ دنیاویشون نرفت.
در شب حادثه و در گلستان هفتم من پدرم را دیدم که روی زمین افتاده، سرش شکسته بود ولی آثار جراحت در صورت ایشان نبود. بعد از آن که من را به وزرا بردن و بازجویی شدم و 24 ساعت بعد من را به خاطر جراحت وارده بیمارستان اعزام کردن همراه با عده دیگر از زنان درویش. البته نگفته نمانند که گوشی و کیف و همه مدارک من را گرفته بودند و ما دست خالی و بدون پول بیمارستان رفتنمان بیفایده بود. بعد از آن آزاد شدیم. روز بعد در روزهای بعد از آن ما خیلی پیگیری کردیم تا اینکه بدانیم پدرمان کجاست. هیچ بیمارستانی و در لیست هیچ زندانی نبود تا اینکه 15 اسفند ماه از آگاهی شاپور با ما تماس گرفتند و گفتند عکسی از پدرتان بیاورید تا تطابق بدهیم با عکس زندانیان. یکی از اعضای خانواده ما به آگاهی رفت و آنجا عکس‌های پدر من را نشان دادند و گفتند فوت کرده. اینها همه در صورتی است که طبق نظر پزشکی قانونی پدر من در روز 1 اسفند ساعت 11:20 صبح در بیمارستان بقیت الله به خاطر شدت ضربات وارده بر اثر چاقو و شکستگی دنده ها و استخوان‌های صورت جان سپرده و 15 روز بعد به ما اطلاع دادند. با اینکه شناسنامه پدرم و کارت ملیشان در جیب کتشان بود و بعداً به ما تحویل دادند، یعنی بهانه‌های عدم احراز هویت برای دیر اطلاع دادن اصلاً قابل پذیرش نیست. پدر من را به قدری شکنجه کرده بودند که جان داد و هیچکس مسئولیت این کار را به عهده نمی‌گیرد. ما برای احقاق حق و اینکه بانیان این جنایت مشخص شوند وکیل گرفتیم و شکایت کردیم. اینکه چطور و چه کسی خود را در مقام قاضی و مجری قرار داده و محمد راجی جانباز جنگ را دست بسته شکنجه کرده، که وکیل این پرونده نیز از این بلایا دور نماند و به 5 سال حبس محکوم شد. ولی پیگیری این پرونده ادامه دارد و بالاخره باید مشخص شود که این جنایت توسط چه اشخاص و نهادی انجام شده.